سلام خدمت کاربران و بینندگان عزیز. با معرفی و شرح استفاده از نرم افزار مدیریت زمان و حقوق پرسنل در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیز اجازه بدید من یک توضیح مختصر در رابطه با کاربرد این نرم افزار خدمتتون بدم. این نرم افزار برای شرکت ها و نهادها و سازمان ها و کارگاه های کوچیک مورد استفاده قرار میگیره و مناسب هست. منظور از کوچیک نهادهایی هستن که تعداد کارمندان در اونها چیزی بین 50 تا 100 نفره و در واقع تعداد پرسنل از 100 نفر بیشتر نیست. امکاناتی از قبیل ثبت ساعت ورود و خروج، ثبت ماموریت‌ها و مرخصی‌های پرسنل، ثبت اطلاعات فردی و شغلی که در ادامه با جزئیات بیشتر براتون توضیح میدیم چه مواردی هستن، و ثبت محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه پرسنل در اختیار شما قرار میده. در ابتدای کار لازمه که چند نکته رو به شما بگم. اولین نکته این که وقتی برای اولین بار نرم افزار اکسل رو اوپن میکنید، برای افرادی که توی قسمت آپشن های نرم افزار اکسلشون مورد پروتکتد ویو تیک خورده، یک مسیج این بالا توی کادر زرد نشون داده میشه که از شما میخواد با تایید کنید که از سایتی که بهش اطمینان دارید این رو دانلود کردید و از لحاظ سکیوریتی و امنیتی مشکلی نداره. خواهش میکنم که برای استفاده لطفاً گزینه اینیبل ادیتینگ رو انتخاب کنید. در ادامه به شما یک مسیج دیگه اینجا نشون داده میشه به دلیل و این مسیج به دلیل این هستش که در داخل این اکسل فایل اکسل از زبان برنامه نویسی VBA استفاده شده، Visual Basic for Application، و با VBA کد نویسی شده. برای همین از شما خواهش مندم که گزینه Enable Content رو انتخاب کنید تا بتونیم از ماکروهای موجود توی این نرم افزار استفاده بکنیم. شروع کنیم به شرح شیت های موجود در این نرم افزار اکسل. اولین شیتی که ملاحظه می فرمایید پنل کاربری هست. پنل کاربری به منظور دسترسی سریع و آسون به فرم ها و جداول موجود در داخل این اکسل تبیه شده. همچنین یه سری موارد هم وجود داره که بتونید جداول رو با اونها مدیریت کنید. همونطور که ملاحظه میکنید از سه قسمت تشکیل شده. قسمت اول دسترسی به فرم ها هست، قسمت دوم دسترسی به جداول هست، و قسمت بعدی مدیریت جداول هستش. دسترسی به فرم ها برای دسترسی سریع به فرم های موجود تبیه شده. به طور مثال برای ثبت ورود و خروج کارمندان کافیه روی این دکمه کلیک کنید و به پیج مورد نظر هدایت میشید. این فرم ورود و خروج کارمندان هستش. در رابطه با فرم ها، همه صفحاتی که فرم ها در اونها تعبیه شدن، در بالا گوشه سمت چپ یک آیکون ملاحظه میکنید که آیکون خونه هست، شبیه آیکون خونه هست. اگر موس رو روی اون قرار بدید نوشته بازگشت به پنل کاربری، که برای اینکه سریعاً به پنل کاربری دوباره هدایت بشید کافیه روی اون کلیک کنید. بقیه موارد هم دقیقاً همون صورت اجرا میشه به طور مثال فرم ثبت اطلاعات کارمندان رو اگر کلیک کنید سریعاً به اون پیج هدایت میشید. برای بازگشت به پنل کاربری کافیه گوشه بالا سمت چپ این آیکون رو کلیک کنید و دوباره برمیگردید به پنل کاربری. اما در قسمت بعدی که دسترسی به جداول هست هم به همون صورت، فقط این بار به شیت هایی هدایت میشید که جداول در اونها هستن. به طور مثال جدول اطلاعات کارمندان رو اگر کلیک کنید به پیجی هدایت میشید که اطلاعات کارمندان که در فرم مربوط به اطلاعات کارمندان ثبت کردید اون اطلاعات رو، این اطلاعات میان در داخل این جدول ثبت میشن. برگردیم به پنل کاربری. بقیه موارد هم به همین صورته. به طور مثال توی فرم ورود و خروج کارمندان موارد رو که ثبت میکنید، داده ها و اطلاعات رو که هر وقت میایید و ثبت میکنید، میره و وارد جدول ورود و خروج میشه همه اون اطلاعات. و قسمت بعدی قسمت مدیریت جداول هستش که شامل بایگانی داده ها و پاک کردن داده هاست. بایگانی داده ها منظور چیه؟ همونطور که گفتم این فایل اکسل مناسبه برای ثبت داده های مربوط به تعداد پرسنل بین 50 تا 100 نفر. خب همونجور که میدونید
این داده ها به مرور زمان که روی هم انباشته میشن حجم فایل رو میبرن بالا و ممکنه که باعث کندی کار نرم افزارتون بشن. برای اینکه این اتفاق رخ نده بهتره که به صورت دوره‌ای توی یک دوره منظم و مشخصه، به طور مثال 3 ماهه، تمامی داده های وارد شده داخل جداول رو شما ازش یک کپی بگیرید، یک بکاپ بگیرید و جایی ذخیره کنید و در ادامه اون داده ها رو پاک کنید تا مانع کن شدن نرم افزارتون بشین. به همین منظور این دکمه بایگانی داده های جداول اینجا تعبیه شده که بعداً نحوه کار کردن با اون رو براتون شرح خواهیم داد. بعد از بایگانی داده های جداول شما میتونید داده های جداول رو به صورت جداگانه پاک کنید. توجه داشته باشید که در بایگانی داده ها فقط یه بکاپ گرفته میشه و خودتون باید به صورت دستی جداول رو پاک کنید، داده های جداول رو. این مربوط به جداول ورود و خروج، اطلاعات کارمندان، ماموریت و مرخصی هست و این هم مربوط به همه جداول که با زدن این دکمه داده های موجود در داخل همه جداول پاک میشه. خب و اما بریم سراغ توضیح فرم ها جداول. اجازه بدید در ابتدا فرم ثبت اطلاعات کارمندان رو براتون توضیح بدم. خب قبل از اینکه شما بتونید به طور کامل از همه امکانات موجود در این نرم افزار استفاده کنید، لازمه که یک سری اطلاعات و داده های پایه‌ای رو وارد این نرم افزار بکنید. منظور چیه؟ در ابتدا به فرم ثبت اطلاعات کارمندان بریم. همطور که ملاحظه می‌کنید، این فرم یک سری اطلاعات فردی، شخصی، اطلاعات همکاری و اطلاعات برنامه کاری رو برای تک تک افراد پرسنل از شما می‌خواد. شما با وارد کردن این اطلاعات، این داده‌ها رو همه رو وارد یک جدول می‌کنید. و در ادامه توی فرم‌های بعدی میتونید از این داده‌ها و اطلاعات استفاده کنید. بذارید به صورت علنی بهتون با یک مثال نشون بدم. فرض کنید شماره پرسنلی 1 مربوط به کارمندی به اسم یاسمن کشاورزی، نام پدر بر فرض شماره شناسنامه، همه رو 1-1 میزنیم، شماره ملی هم به همین صورت. نه، فقط برای اینکه یک مثال رو شما مثلا داشته باشین. اینم یک مثال 1360 به طور مثال. ایمیل به صورت example@gmail.com هست، تلفن همراه هم به همین صورت، عاد به صورت مثال. گروه خونی رو توجه داشته باشید، میتونید از این لیست که اینجا برای شما تعبیه شده انتخاب کنید، به طور مثال اوی مثبت. سمت فرض میکنیم کارشناس فروش، واحد بر فرض فروش و تلفن ثابت مثلا 66111، حالا هرچی. نوع همکاری، اطلاعات همکاری، نوع همکاری رو اینجا میتونید انتخاب کنید. این همکاری به صورت تمام وقته، پاره وقته، ساعتی، پروژه‌ایه یا اتمام همکاریه. توجه داشته باشید اگر شما موردی به غیر از اینها در داخل این سلول وارد کنید، هرچی که باشه، به شما یک ارور میده که میگه This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. یعنی چی؟
یعنی که ولیو و موردی که شما وارد این سلول کردین مچ نیست با مواردی که برای این سلول در نظر گرفته شده. پس توجه داشته باشید که حتما مواردی که کنسل رو بزنید و حتما مواردی که این تو هست یکی از این موارد رو انتخاب کنید. من اینجا تمام وقت رو انتخاب میکنم. دقت داشته باشید وقتی مورد تمام وقت رو که انتخاب میکنید به صورت خودکار نوع دستمزد برای این شخص، این پرسنل، ماهیانه در نظر گرفته میشه. چون همکاری به صورت پروژه‌ای نیست، نیازی نیست که تاریخ شروع و تاریخ پایان پروژه براش در نظر گرفته بشه. نرخ دستمزد رو اینجا به صورت ریال مشخص میکنید، یعنی ماهیانه این شخص بر فرض 1,200,000 ریال دستمزد خواهد گرفت به صورت توافقی. که دقت میکنید وقتی به سلول بعدی میرید اینجا خودش نماد ریال رو اضافه میکنه. نرخ اضافه کاری به این منظور که برای هر ساعت اضافه کاری چند درصد نرخ اضافه کاری تعلق میگیره به این شخص. میشه برفرض 20% در نظر بگیریم. توجه داشته باشید که باز هم به صورت خودکار علامت درصد در کنار این ولیوی که وارد میکنید نشون داده میشه. در قسمت برنامه کاری به صورت دیفالت روزهای شنبه تا پنج شنبه تیک خورده و به صورت پیشفرض ساعت 8 تا 4:30 عصر برای افراد در نظر گرفته شده برای تمام روزها. دقت کنید اگر خواستید موردی رو عوض کنید حتما اول از همه تیک اون رو مشخص کنید. برفرض این شخص، این پرسنل در روز پنج شنبه کار نمیکنه، در سازمان حضور نداره، میتونید این تیک رو بردارید و این موارد رو میتونید یا صفر بذارید یا خط تیره بذارید یا اصلا به صورت کل دلیت کنید، که من پیشنهاد میدم دلیت کنید. دقت کنید وقتی که روی این موارد کلیک میکنید در اینجا به شما تذکر میده که حتما به صورت ساعت و دقیقه وارد بشه و حتما هم به فرمت 24 ساعته، یعنی قبل از ظهر و بعد از ظهر حتما در نظر گرفته بشه که به چه صورت هست. فرض کنید من میخوام تایم سه‌شنبه رو هم تغییر بدم، از ساعت 9 صبح این پرسنل ما وارد میشه تا ساعت 16. پس همینطور که ملاحظه میکنید میتونید موارد رو به دلخواه خودتون تغییر بدید. وقتی همه موارد رو وارد کردید در این پایین میتونید دکمه ثبت اطلاعات رو انتخاب کنید. یک مسیج باکس به شما نشون داده میشه، یک پیام به شما داده نشون داده میشه که در واقع بهتون میگه این عملیات با موفقیت انجام شده، دان، یعنی انجام شد. اوکی رو بزنید و دوباره برمیگرده به سلول اول تا بتونید مورد بعدی رو وارد کنید. اما اجازه بدید من برم به جدول اطلاعات پرسنل و نشون بدم که این اطلاعات در داخل جدول ثبت شده. جدول اطلاعات کارمند. همونطور که ملاحظه می‌کنید اینجا اطلاعات مربوط به شماره پرسنل 1 کاملا وارد شده. اما این اطلاعات در واقع تا نرخ اضافه کاری هست که اینجا وارد شده. شاید شما براتون سوال پیش اومده باشه که اطلاعات مربوط به برنامه کاری و ساعات و روزهای حضور این پرسنل در سازمان چی شد، که خدمتون عرض کنم اون اطلاعات وارد جدول برنامه کاری پرسنل میشه، همینطور که اینجا ملاحظه میکنید برای شماره پرسنل 1 روزهایی که این پرسنل حضور دارن در سازمان، ساعت ورود و ساعت خروج ثبت میشه و روزهایی که حضور ندارن خالی میمونه. همینطور اگر نوع همکاری رو شما به صورت پروژه انتخاب کرده بودید تاریخ شروع پروژه، همینطور که ملاحظه میکنید روز شروع پروژه چرا نوشته، روز شروع پروژه، ماه شروع پروژه،
سال شروع پروژه، روز پایان پروژه، ماه پایان پروژه و سال پایان پروژه رو برای شما اینجا مشخص میکنه. اجازه بدید برگردیم به فرم ثبت اطلاعات کارمندان. الان ما یک مورد پرسنل، اطلاعات مربوط به پرسنل رو ثبت کردیم. حالا در ادامه من متوجه میشم که یه سری موارد رو اشتباه وارد کردم. بذارید من اطلاعات این فرم رو کاملا پاک کنم. این پایین اگر دکمه پاک کردن فرم رو بزنید، ملاحظه میکنید که تمامی مواردی که اینجا وارد شده پاک میشه از روی این فرم. بذارید یک مثال دیگه بزنم اینجا. یک نام رندوم بر فرض محمدی. بقیه موارد رو من دیگه پر نمیکنم. در اینجا نوع همکاری رو بر فرض پاره وقت در نظر بگیریم. همونطور که مشاهده میکنیم، اگر نوع همکاری رو پاره وقت در نظر بگیریم، باز هم به صورت خودکار نوع دستمزد ماهیانه هست، تاریخ شروع و پایان پروژه خط تیره میخوره و برنامه کاری به صورت رندوم، به صورت ببخشید دیفالت، به این صورت نمایش داده میشه به شما که شما میتونید اون رو تغییر بدید در صورت نیاز. اگر نوع همکاری رو ساعتی انتخاب کنید، همطور که مشاهده میکنید نوع دستمزد به صورت دیفالت ساعتی انتخاب میشه و خودکار به صورت خودکار اینجا ساعتی نشون داده میشه. تاریخ شروع و پایان پروژه که نمیخوایم و خط تیره میخوره. افرادی که به صورت همکاریشون به صورت ساعتی هست، نیازی نیست که مشخص کنن ساعت و روزهای حضور در سازمان به چه صورته. فقط میتونن تایم، یعنی میتونن بیان تایم ورود و خروج خودشون رو بزنن که تایم ورود و خروج رو که ثبت میکنن در واقع همون بازه زمانی هستش که کار کردن به صورت ساعتی در اون روز، که اون رو در ادامه در تشریح فرم ورود و خروج توضیح میدیم. و اما پروژه‌ای، نوع همکاری اگر پروژه‌ای باشه برنامه کاری لازم نیست و فقط لازمه که تاریخ شروع و پایان پروژه رو که طبق قرارداد مشخص شده اینجا وارد کنید، که میتونید هم از روی لیستی که اینجا براتون تعبیه شده روز، ماه و سال رو انتخاب کنید و یا اینکه به صورت دستی وارد کنید هر جور که راحت هستید. به طور مثال 1399. خب این هم تشریح نوع همکاری. اجازه بدید من این مورد رو ثبت کنم. ثبت اطلاعات رو میزنیم. فرم رو برای میتونید برای ورود شماره بعدی و اطلاعات شماره بعدی پاک کنید. اما خدمت رو عرض کنم که فرض کنید شما میخواین اطلاعات مربوط به یک شماره پرسنلی رو اینجا مشاهده کنید. فرض شماره پرسنلی یک، میخواید بدونید اطلاعات مربوط به این شماره پرسنلی چی هست. اگر این پایین گزینه مشاهده اطلاعات رو انتخاب کنید، میبینید که تمامی اطلاعات مربوط به اون پرسنل رو برای شما دوباره میاره. برفرض متوجه شدید که توی یک مورد اشتباه اطلاعات رو وارد کردید. مثلا نوع همکاری تمام وقت نبوده، پاره وقت بوده. پاره وقت بوده به صورت ماهیانه و برنامه کاری هم روزهای زوج بوده نه روزهای فرد. تیک های مربوط به روزهای فرد رو میتونید بردارید و ساعت ها رو پاک کنید. توجه کنید که اینجا شما میخواین اطلاعات مربوط به پرسنلی که قبلن اومدید و اطلاعاتش رو ثبت کردید ویرایش کنید. بنابراین وقتی که این اطلاعات رو تغییر دادید و تصحیح کردید، این پایین ثبت تغییرات رو انتخاب کنید تا در داخل جدول
اطلاعات مربوط به پرسنل، اون اطلاعاتی که تغییر دادید، نوع همکاری به صورت پاره وقت و جدول برنامه کاری، برنامه کاری روزهای زوج، این تغییرات ثبت بشه. بذارید یک بار دیگه یک مورد دیگر رو بهتون نشون بدم. فرض کنید شما پرسنلی دو، مشاهده اطلاعات رو بزنید، اطلاعات شماره پرسنلی دو رو برای شما میاره. میخواید شماره ملی رو ویرایش کنید، یا قبلا وارد نکردید الان میخواید وارد کنید، یا واحد بر فرض بازاریابی، یا موارد دیگه که خواستید ویرایش کنید رو وارد میکنید. دقت داشته باشید برای ثبت تغییرات این دکمه رو انتخاب میکنید. پیام انجام شد رو به شما میده و اگر به جدول اطلاعات کارمندان بریم، مشاهده میکنید مواردی که تغییر دادید تو همون ردیف برای همون پرسنل، برای ردیف مربوط به همون پرسنل اطلاعات تغییر داده شده ثبت میشه. و اما دقت داشته باشید، فرض کنید بخواید که اطلاعات مربوط به یک کارمند رو حذف کنید، برفرض شماره پرسنلی یک، مشاهده اطلاعات رو اگر بزنید میبینید که اطلاعات مربوط به شماره پرسنلی یک رو برای شما فراخوانی میکنه و شما این امکان رو دارید که کارمند مورد نظر رو اطلاعاتش رو کاملا از توی جدول اطلاعات کارمندان حذف کنید. در این صورت مشاهده میکنید که اطلاعات مربوط به شماره پرسنلی یک از این جدول کاملا حذف شده. من یک مورد رو در فرم ثبت اطلاعات کارمندان به شما توضیح ندادم درباره نوع همکاری که مربوط به اتمام همکاری میشد. مورد مربوط به اتمام همکاری فقط برای اینکه افراد یا کارمندانی که به هر دلیلی با سازمان مورد نظرمون، با سازمان ما قطع همکاری کردن، اطلاعاتشون وجود داشته باشه در داخل آرشیو اطلاعات کارمندان، اینجا در نظر گرفته شده این گزینه برای ما. اطلاعات ایمیل، تلفن همراه که بعداً اگر خواستید تماس بگیرید باهاشون، اطلاعات اونجا وجود داشته باشه. پس این هم موارد مربوط به اطلاعات اتمام هم. خب این هم از این مورد. پس اینجا تمامی دکمه های مربوط به فرم ثبت اطلاعات کارمندان توضیح داده شد. بریم سراغ فرم بعدی. یکی دیگه از اطلاعاتی که باید وارد این نرم افزار بشه مربوط به تعطیلات رسمی سازمان هست. اگر به فرم تعطیلات رسمی سازمان بریم، می‌بینیم که اینجا یک فرمی هست که ما می‌تونیم به وسیله اون تعطیلات رسمی رو ثبت کنیم که بعداً برای محاسبه حقوق و دستمزد از این اطلاعات استفاده کنیم. فرض کنید روز یک ماه یک سال 1396 که فکر کنم چهارشنبه باشه اگر اشتباه نکنم، به مناسبت، حالا اگر دوست داشتید میتونید مناسبت رو هم وارد کنید، عید نوروز، تعطیلات نوروزی تعطیل هست و این مورد رو شما ثبت میکنید. همونطور که ملاحظه میفرمایید بعد از این که دکمه ثبت رو کلیک کردید، این روز وارد این جدول زیر میشه و به این ترتیب شما میتونید لیست تمامی تعطیلات رسمی رو در این پایین مشاهده کنید. اگر موردی بود که لازم به حذف باشه، میتونید روز، ماه، سال و روز هفته رو
اینجا مشخص بکنید. البته روز هفته زیاد نیاز نیست، اگر باشه یا نباشه فرقی نداره. فرض کنید الان اینجا چهارشنبه هم نیست، مناسبت هم نیست. فرض کنید تعطیلی رو وارد کردید، 1/1306. بذارید البته من یکی دیگه وارد کنم اینجا. فرض کنید تاریخ 14 رو وارد کردید، 14/1306 رو به عنوان تعطیلی ثبت کردید و بعدا متوجه شدید که این روز تعطیل نبوده و شما اشتباهی اون رو ثبت کردید. حتما اینجا بیایید روز رو مشخص کنید، روز 14/1306، یا میتونید از این لیست انتخاب کنید یا به صورت دستی وارد کنید. و اگر گزینه حذف رو بزنید، اون تاریخ مورد نظر رو برای شما حذف میکنه از لیست تعطیلات. برگردیم به پنل کاربری. این مواردی بود که لازم بود اطلاعات به صورت دستی و توسط شما وارد بشه تا بعداً از این اطلاعات در موارد و محاسبات بعدی، در فرم‌های بعدی، در جداول مختلف استفاده بشه. برای اینکه فرم ثبت ورود و خروج کارمندان رو توضیح بدم، من قبلاً در داخل یکی دیگه از اکسل‌های خودم اومدم داده وارد کردم. اجازه بدید من این رو ببندم. یک سری داده ایجاد کردم. جدول ورود و خروج رو مشاهده میکنید. تا هنوز این رو توضیح ندادم. جدول اطلاعات کارمندان. اون ملازم میفرمایید که 20 تا پرسنل اینجا وارد کردم با اطلاعات مختلف. همه این اطلاعات رندوم هستن و فقط برای مثال اینجا وارد شده، اعداد به صورت رندوم. من اینجا نام ها رو هم همه رو تکراری زدم، نام پدر، شماره شناسنامه، اینا رو همه رو تکراری زدم. فقط شماره پرسنلی، نام و نام خانوادگی و نوع همکاری و نوع دستمزد و نرخ دستمزد و اینها فرق داره. ملاحظه میکنین که جدول اطلاعات پرسنل پر هست، برنامه کاریشون هم در اینجا ثبت شده. بریم سراغ فرم ثبت ورود و خروج کارمندان. وقتی کارمندان و پرسنل اول صبح وارد سازمان میشن، شماره پرسنلیشون رو اینجا وارد میکنن. با وارد کردن شماره پرسنلی ملاحظه میکنید که نمایش مشخصات، توی قسمت نمایش مشخصات یه سری اطلاعات مربوط به اون پرسنل رو فراخوانی میکنه از همون جدول مربوط به اطلاعات پرسنل. نام، نام خانوادگی، واحد، سمت، نوع همکاری و نام پدر. بعد از اینکه پرسنل مطمئن شد این شماره پرسنلی و این اطلاعات درست هست، میتونه ساعت ورودش رو اینجا ثبت کنه. فقط ساعت 8:30. فرمت صحیح اون ساعت هم به صورت ساعت و دقیقه اینجا برای شما نمایش داده میشه که به این صورت وارد کنید. فرض کنید من این فرمت رو اشتباه وارد کردم، مثلا 70. به شما یک اخطار میده، یک هشدار میده که حتما ساعت رو به صورت زیر وارد کنید، به صورت ساعت و دقیقه. شما ریترای رو میزنید و این دفعه ساعت رو به صورت صحیح وارد میکنید. ساعت خروج، خب هنوز خارج نشدیم از سازمان، فقط ساعت ورود رو ما میتونیم وارد کنیم. البته اگه ساعت خروج رو هم وارد کردین موردی نداره، شاید اشتباه بشه. وقتی شما ثبت ورود رو میزنین این ساعت خروج ثبت نمیشه، پس نگران نباشین اگر به صورت اشتباه هم وارد شد، موردی نداره. و اینکه تاریخ مورد نظر رو میتونین انتخاب کنید، تاریخ 5/5/1306. من نمیدونم چه روزیه، بر همین همشکلی رندوم یه روزی رو انتخاب میکنم و ثبت ورود رو میزنم. به شما مسیج و پیام انجام شد رو میده.
الان داده شما ثبت شده. اجازه بدید بریم و یه نگاه بندازیم به جدول ورود و خروج. چون من از قبل اینجا یه سری داده ایجاد کرده بودم، داده‌ای که من الان وارد کردم ته جدول و در آخرین ردیف این جدول ثبت شده. اگر من کنترل و پایین رو بزنم به آخرین داده موجود در این جدولم میره و مشاهده میکنید که ساعت ورود من در تاریخی که انتخاب کردم اینجا وارد شده. اما دوباره کنترل و بالا رو بزنیم تا برگردیم به اولین سلول، برمیگردیم به پنل کاربری و فرم ثبت ورود و خروج کارمندان. خب این چند تا مورد رو من اینجا باید برای شما توضیح بدم. الان ساعت ورود برای شماره پرسنلی شماره 1 ثبت شده. این شخص و بعد از ثبت کردن فرم رو پاک میکنه تا کارمند بعدی که وارد سازمان میشه بیاد و اطلاعات ورود خودش رو ثبت کنه. بر فرض خانم بهناز کیا ساعت 9 صبح وارد سازمان میشه، یک ساعت تأخیر داره. اینجا در قسمت توضیحات میخواد علت تأخیر خودش رو بنویسه برای ورود و مینویسه مثلا ترافیک. در همون روز 5:96 که من بازم یادم رفت دفعه قبلی چه روزی رو انتخاب کردم، بازم به صورت رندوم یه روزی رو انتخاب میکنم و ورودم رو ثبت میکنم و فرم رو پاک میکنم تا پرسنل بعدی بتونه اطلاعات خودش رو وارد کنه. و همین ترتیب همه پرسنل ها میتونن اطلاعات ورود خودشون رو ثبت کنن. اما در انتهای روز وقتی خانم بهناز کیا با شماره پرسنلی 2 میخواد از سازمان خارج بشه و ساعت خروج خودش رو وارد کنه، ساعت خروج رو میزنه مثلا ساعت 15. همون 5:96 روز دوشنبه. تو قسمت توضیحات هم می نویسه دندان پزشکی. دلیل وقت دندان پزشکی یک ساعت زودتر سازمان رو ترک کرده و ثبت خروج رو میزنه. خب همطور که ملاحظه میکنیم توی قسمت مربوط به اطلاعات روز دوشنبه 5:5396 برای شماره پرسنلی 2 ورود ساعت 9 صبح، خروج ساعت 15، میزان ساعت حضور در سازمان 6 ساعت هست. در قسمت توضیحات داریم در ورود خود نوشته arrival یعنی ورود، در هنگام ورود توضیحات وارد شده ترافیک، و در هنگام خروج در قسمت exit نوشته شده دندان پزشکی. حالا فرض کنید من متوجه میشم که کلن، البته بذارید یک مثال دیگه بزنم. خب همین خانم بهناز کیا با شماره پرسنلی 2 دوباره در اون روز، در روز 5، در تاریخ 5/5/1396 روز دوشنبه ساعت فرض کنید 18
وارد سازمان میشه و ورودش رو ثبت میکنه و در هنگام خروج ساعت 21، تو اینا همه مثال هست، حالا چقدر منطقی باشه یا نباشه مهم نیست، خروج خودش رو ثبت میکنه. الان ما در داخل جدول ورود و خروج برای این روز و این تاریخ برای شماره پرسنلی 2 دو تا اطلاعات ورود و خروج ثبت کردیم. اگر مشاهده کنید برای زمانهایی که پرسنل ممکنه وارد ساز، یعنی در یک روز چند بار وارد بشن به سازمان و ازش خارج بشن، اما فرض کنید این خانم متوجه میشه که یه سری اطلاعات رو اشتباه وارد کرده برای این روز، برای تاریخ 5/5/1396 روز دوشنبه. شماره پرسنلی 2 متوجه میشه که یکی از اطلاعات ورود و خروجش رو اشتباه وارد کرده. در این صورت اگر حذف داده های روز رو بزنه، اینجا پیام بهش داده میشه که data deleted. یعنی چی؟ یعنی داده ها پاک شدن. اما بذارید بریم به جدول ورود و خروج و ببینیم چه داده هایی پاک شدن. همجور که اینجا مشاهده می کنید، تمام داده های مربوط به اون روز و تاریخ مربوط به شماره پرسنلی 2 از این جدول پاک میشه. و شما برای اینکه اطلاعات مربوط به ورود و خروجتون رو در اون روز و تاریخ وارد کنید، باید همه اطلاعات رو از اول وارد کنید دوباره. پس توصیه میکنم خیلی دقت کنید توی وارد کردن ورود و خروج. کنترل و آپ رو بزنیم و دوباره بریم به فرم ثبت ورود و خروج کارمند. دقت کنید وقتی که میخواید اطلاعات رو وارد کنید، اگر جای اطلاعات توی این سلول ها خالی باشه به شما ارور خواهد داد. طور مثال الان من ثبت ورود رو بزنم، اینجا یک ارور میده و از شما میخواد که شماره پرسنلی رو وارد کنید، Enter Personal Number. شما شماره پرسنلی رو اگر وارد کنید و ساعت ورود وارد نشه، ثبت ورود رو اگر بزنید از شما میخواد که Enter Entrance Time، زمان ورود رو وارد کنید. اگر زمان ورود رو هم وارد کنید و اینجا ثبت ورود رو بزنید، از شما میخواد که روز رو وارد کنید، Enter Day. فرض کنید روز دوشنبه رو انتخاب میکنید، البته اینجا منظور از روز این روز هستش، چون بله. فرض کنید روز رو انتخاب میکنید و ثبت ورود رو میزنید ولی ماه رو انتخاب نکردید، از شما میخواد ماه رو انتخاب کنید. ماه رو که انتخاب میکنید، از شما میخواد سال رو انتخاب کنید. سال رو که انتخاب میکنید، از شما میخواد که اسم روز رو انتخاب کنید، Enter the name of the day. و اسم روز رو انتخاب میکنید و در آخر ثبت رو میزنید و به شما پیام انجام شد رو خواهد داد. توجه کنید اینجا چون من ثبت ورود رو زدم، دیگه نیازی نبود خروج رو وارد کنم. حتی اگر خروج رو وارد می کردم اشتباهاً و ثبت ورود رو می زدم، این تایم برای من ثبت نمی شد. پس حتما توجه داشته باشید ثبت ورود ساعت ورود رو در اون روز ثبت می کنه و ثبت خروج ساعت خروج رو در اون روز ثبت می کنه. فرض کنید الان من بخوام ثبت خروج رو بزنم، به من ارور می ده و میگه Enter Exit Time، یعنی زمان خروج رو وارد کنید و من تا زمان خروج رو وارد نکنم این ثبت نمیشه. الان زمان خروج رو فرض کنید وارد کردم، ثبت خروج رو زدم و پیام انجام شد رو به من خواهد داد. خب برگردیم سراغ کنترل پنل. این از فرم ثبت ورود و خروج کارمندان.
اما فرم ثبت ماموریت و مرخصی به چه صورته؟ در فرم ثبت ماموریت و مرخصی شما شماره پرسنلی رو وارد می کنید. اگر پرسنلی در روزی بخواد بره ماموریت یا مرخصی، شماره پرسنلی رو که وارد کنید، نام و نام خانوادگی رو فراخوانی می کنه از جدول اطلاعات پرسنلی و به صورت خودکار اینجا وارد می کنه. دقت کنید این سلول ها، من برای این سلول ها لاک گذاشتم، یعنی این سلول ها رو لاک کردم چون که فرمول نویسی کرده بودم در این سلول ها که اطلاعات رو از جدول اطلاعات پرسنل فراخوانی کنه و نمیخواستم که اون فرمول من در صورت اشتباه کاربر از بین بره و پاک بشه. من برای این دو سلول لاک رو فعال کردم، گزینه لاک رو فعال کردم و شما اگر بخواید اونها رو تغییر بدید، همونطور که ملاحظه میکنید به شما ارور میده. The cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. To make a change on protected sheet, you might be requested to enter a password. چی میگه؟ میگه که چون این شیت پروتکت شده، از شما میخواد که اگر میخواید تغییری در این سلول ها ایجاد کنید، شیتتون رو از حالت پروتکت خارج کنید. برای خارج کردن شیت از حالت پروتکتد، بعداً برای شما توضیح خواهم داد که به چه صورت خواهد بود و پسورد چی هستش. یه پسورد از شما میخواد که پسورد رو خدمتتون عرض میکنه. نوع درخواست، منظور اینه که چه نوع درخواستی داریم؟ ماموریت ساعتی، مرخصی ساعتی، روزانه، مرخصی روزانه، کدوم یکی از اینها؟ شما اگر ماموریت ساعتی رو انتخاب کنید، ملاحظه میکنید که اینجا از شما تاریخ میخواد. فرض کنید در تاریخ، یه تاریخ رندوم رو خیلی سریع انتخاب میکنم. در این تاریخ شما در روز، نمیدونم چه روزیه، یه روز رندوم رو انتخاب میکنم. چون به ماموریت ساعتی دارید میرید، از ساعت 12 بعد از ظهر تا ساعت 17 برفرض دارید میرید ماموریت در این تاریخ. توضیحات هم میتونید اینجا اگر خواستید وارد کنید. برفرض ماموریت، اسم ماموریت، شرح ماموریت، هرچی. ثبت رو که بزنید، این ماموریت برای شما ثبت میشه. میتونید فرم رو پاک کنید و یه پرسنل دیگه بیاد و بخواد یه ماموریت دیگه برای خودش یا یه مرخصی رد کنه. برفرض شما پرسنلی دو بخواد یک مرخصی روزانه برای خودش ثبت کنه. همونطور که مشاهده میکنید، وقتی مرخصی روزانه رو انتخاب میکنید، اینجا از تاریخ برفرض هفته سه فرض کنید یه همچین تاریخی، شما میخواید برید به مرخصی. اینجا از شما میخواد که تعداد روزهای ماموریت یا مرخصی رو انتخاب کنید. دیگه لیست اسم روز که حالا دوشنبه است، سه‌شنبه است، چه روزی هست رو برای شما نمیاره. از شما میخواد که تعداد مرخصی های روزانه خودتون رو انتخاب کنید. برفرض یک روز مرخصی در این تاریخ میخواد ثبت بشه. دیگه ساعت هم خط تیره برای شما میفته، چون مرخصی ساعتی یا ماموریت ساعتی نیست، مرخصی روزانه است. از تاریخ 7/3/1399 به مدت یک روز شما مرخصی میرید. این یک روز در واقع همون تاریخ 7/3/1399 هستش. پس از تاریخ 7/3/1399 تا همون 7/3/1399 شما برای خودتون میخواید مرخصی رد کنید و این رو ثبت میکنید. فرض کنید ماموریت روزانه هم به همین صورته. شما باید تعداد روزهای ماموریت رو انتخاب کنید. همین شماره پرسنلی روز بعدش 8/3/1393 میخواد بره ماموریت روزانه. تعداد روزهای ماموریتش هم 5 روز یا حالا همون 5 روز هست. به این ترتیب میشه تاریخ 8، تاریخ 9، تاریخ 10،
تاریخ 11 و تاریخ 12. یعنی تا تاریخ 12 ایشون میخوان برن ماموریت. اینجا دقت کنید، برای پایین رفتن این لیست، این گوشه، این قسمت که برای من سفید نشون میده، برای شما ممکنه سفید نشون نده یا سیاه نشون بده، این گوشه رو شما کلیک کنید به سمت پایین میاد. دقت میکنید، بالاش رو کلیک کنید به سمت بالا میره. پس تا تاریخ 12/3/1399 ماموریت رد میشه برای این شخص، این ماموریت ثبت میشه. پس دقت کنید، برای ماموریت روزانه و مرخصی روزانه شما تعداد روزهای ماموریت و مرخصی رو انتخاب میکنید از تاریخ تا از تاریخ این تا تاریخ مشخص شده میدید ماموریت و مرخصی. اما برای ماموریت ساعتی و مرخصی ساعتی شما لازمه اون روز که میخواین به ماموریت یا مرخصی ساعتی برید تاریخش رو وارد کنید و اسم روز رو بیارید که چه روزی هست این تاریخی که دارید ساعتی رد میکنید. برفرض از چه ساعت تا چه ساعت هست. این تفاوت بین مرخصی و ماموریت روزانه با مرخصی و ماموریت ساعتی هست. خب بریم سراغ جدول ماموریت و مرخصی. همینجور که اینجا مشخص شده ملاحظه میکنید، اگر بریم آخرین موردی که اینجا ثبت شده و من الان ثبت کردم برای شماره پرسنلی 2، روز 5 در این تاریخ چی ثبت شده؟ ماموریت روزانه ثبت شده در تاریخ 8/3/1399 ماموریت روزانه برای شماره پرسنلی 2 ثبت شده. فرض کنید ماموریت این پرسنل کنسل میشه در این تاریخ. شما کافیه به فرم ثبت ماموریت و مرخصی مراجعه کنید و شماره، بذارید من این فرم رو پاک کنم تا اطلاعات رو فراخوانی کنیم، شماره پرسنلی که ماموریتش کنسل شده و قبلا ثبت کرده بودید رو اینجا وارد میکنید. نوع درخواست چی بوده؟ ماموریت روزانه بوده. فقط کافیه تاریخ رو اونجا، چه تاریخی بود؟ تاریخ 99 تاریخ 3/8/1399 فقط کافیه شماره پرسنلی، نوع درخواست و اون تاریخ رو اینجا وارد کنید. وقتی حذف رو میزنیم به شما یک ارور میده، Data could not be found، یعنی این اطلاعاتی که شما وارد کردید رو ما نتونستیم پیدا کنیم تو جدول ماموریت و مرخصی. اینجا ما توی ورود یکی از این اطلاعات حتما اشتباه کردیم و این تاریخ فکر کنم اشتباه وارد شده، 8/3/1399 هست. حذف رو میزنیم، همونطور که ملاحظه میکنید نوشت data deleted. بریم و سر بزنیم به جدول ماموریت و مرخصی. همونطور که ملاحظه میکنید داده مربوط به شماره پرسنلی 2 که 5 ماموریت روزانه برای بهناز کیا بود دلیت شده. اما توی این جدول اگر دقت کنید، علاوه بر ماموریت ساعتی و ماموریت روزانه، یک گزینه دیگه هم اینجا مشاهده میکنید که نوشته تعطیل رسمی. اینها چیا هست؟ در واقع وقتی ما توی فرم ثبت تعطیلات رسمی سازمان میایم و یک روزی رو به عنوان تعطیلات رسمی اضافه میکنیم و دکمه ثبت رو میزنیم، علاوه بر این که اون روز به این لیست اضافه میشه، توی جدول ماموریت و مرخصی در واقع برای پرسنلی که در اون روز باید میومده سر کار و اون روز طبق برنامه کاریش جز روزهای کاریش حساب میشده، یک تعطیلی رسمی اینجا ثبت میشه. وقتی شما روز و تاریخ، در واقع تاریخ و روز
تعطیلی رسمی رو توی فرم تعطیلات رسمی وارد میکنید و ثبت میکنید، اکسل به صورت خودکار با توجه به VBA‌ای که نوشته شده میاد و توی جدول برنامه کاری پرسنل میگرده، میبینه که کدوم یکی از پرسنل ها، کدوم یکی از افراد پرسنل ما در اون روز و تا در اون روزی که شما وارد کردید، مثلا روز یک شنبه، روز کاریش محسوب میشده. و با توجه به این جدول برای هر یک از پرسنلی که روز کاریش محسوب می‌شده میاد و در داخل جدول مرخص ماموریت و تعطیلات تعطیلات رسمی ثبت می‌کنه. خب بریم سراغ فرم محاسبه حقوق دستمزد. در فرم محاسبه حقوق دستمزد ماه مورد نظر خودتون رو مشخص کنید. برفرض من اینجا ماه 12 سال مورد نظر 1396 رو انتخاب میکنم و دکمه محاسبه حقوق کارمندان رو میزنم. همطور که ملاحظه میکنید جدول رو برای شما پر میکنه. شماره پرسنلی، نام، نام خانوادگی، نوع همکاری، نرخ دستمزد ساعتی که بر اساس اون اطلاعاتی که در ابتدا در جدول اطلاعات پرسنل وارد کردید بر اساس اون نرخ دستمزد ساعتی رو محاسبه میکنه. میزان ساعات سازمانی، منظور اون میزان ساعتی هست که پرسنل باید در اون ماه طبق برنامه کاریش در سازمان حضور میداشته است. و میزان ساعات حضور اون ساعتی هست که خود پرسنل در اون ماه در سازمان حضور پیدا کرده است. بر فرض شماره پرسنلی یک باید در ماه دوازده به میزان 76 ساعت و 30 دقیقه در سازمان به طور کل حضور پیدا میکرده، اما به جای اون 195 ساعت و 33 دقیقه حضور پیدا کرده. میزان ساعت مرخصی، میزان کل ساعت مرخصی، یعنی مجموع ساعت مرخصی های روزانه و مرخصی های ساعتی با هم، میزان ساعت ماموریت هم به همین صورت، مجموع ساعت مرخصی روزانه و ساعتی با هم، میزان ساعت تعطیلات رسمی و میزان حقوق ماهیانه رو بر این اساس با توجه به این داده ها محاسبه میکنه و اینجا نشون میده. دستمزد پروژه صرف نظر از اینکه چه ماهی هستش، چه سالی هستش، بدون توجه به این موارد هر کدوم از این پرسنل هایی که نوع همکاریش پروژه‌ای بوده فقط به شما نمایش میده که طبق قرارداد قراره این پروژه این میزان دستمزد بهش تعلق پیدا کنه. شما میتونید توی فراخوانی اطلاعات در فرم اطلاعات پرسنل برید و مراجعه کنید و ببینید این پروژه تاریخ تحویلش کی بوده و چه روزی تحویل داده شده به شما و با توجه به اون تصمیمات خودتون رو اتخاذ کنید. بله، وقتی کارمون با جدول تموم شد اینجا دو گزینه وجود داره: پاک کردن جدول که اطلاعات این جدول رو پاک میکنه و سیو از PDF که این جدول رو برای شما به صورت یک فایل PDF در میاره و شما میتونید اون رو ذخیره کنید. سیو از PDF رو که انتخاب میکنید یک پنجره برای شما باز میشه، از شما میخواد که فولدر مورد نظر شما رو، مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. برفرض من میخوام روی دسکتاپ انتخاب کنم و این رو سیف کنم، براش میتونم نام دلخواه خودم رو بذارم، به طور مثال تست، و سیف از تایپ هم که PDF صورت دیفالت در نظر گرفته شده، سیف رو که بزنیم پیام انجام شد رو به شما خواهد داد و میتونیم اینجا مشاهده کنیم که فایل PDF موجوده. در ادامه جدول رو پاک میکنیم. حالا فرض کنید شما ماهی رو مثل ماه هفته مثلا سال 1401 رو انتخاب کردید و میخواید حقوق کارمندان رو محاسبه کنید. وقتی محاسبه حقوق کارمندان رو میزنید به شما یک مسیج میده،
There is no data in the selected months. یعنی چی؟ یعنی در ماه سلکت شده و انتخاب شده هیچ داده‌ای وجود نداره. به این معنی هستش که شما یعنی اطلاعاتی وجود نداره برای ماه 7 در مورد ورود و خروج کارمندان. پس این پیام هم به این منظور هست. خب برگردیم به پنل کاربری. من فکر میکنم همه موارد رو توضیح دادم راجع به فرم ها و جداول، اگر اشتباه نکنم. اجازه بدید یک بار دیگه من اطلاعات مربوط به ماه 12 سال 1396 رو اینجا محاسبه کنم. دقت کنید اینجا این فرم چون دکمه گزینه سیو از پی دی اف رو داره، ما توی موارد مربوط به بایگانی داده های جداول از این جدول استفاده نمی کنیم. برای بایگانی داده ها کافیه که دکمه بایگانی داده ها رو روش کلیک کنید و برای شما یک پیامی ظاهر میشه انجام شد. اگر شما برید و قسمت داکیومنتس خودتون رو چک کنید، ببینید یک فایل اکسل اینجا وجود داره با تاریخ امروز، دقیقا تاریخی که همون روز اون بایگانی رو انجام دادید، در واقع این تاریخ میلادیه. این همون فایلیه که شما ازش کپی گرفتید، بایگانی گرفتید، یعنی تمامی جداول، جدول اطلاعات پرسنل، جدول برنامه کاری، جدول مرخصی ماموریت و تعطیلات و جدول ورود و خروج رو شما ازش یه بکاپ گرفتید. من اینجا از فایلی که توش دیتا نبود اومدم بکاپ گرفتم، برای همین اونجا هم دیتا ها رو نشون نمیداد. خب و اما این که حتما توجه داشته باشید که سه جدول، جدول ورود و خروج، جدول اطلاعات کارمندان و جدول ماموریت و مرخصی رو بکاپ میگیره برای شما. این اطلاعات کارمندان شامل همون اطلاعات کارمندان و برنامه کاری هم میشه، ولی جدول محاسبه حقوق و دستمزد، حقوق و دستمزد چون به صورت جداگانه میتونید اون رو به عنوان پی دی اف سیو بگیرید، اونجا لحاظ نشده. در آخر هم همه موارد دیتاهای موجود در داخل تمامی جداول رو پاک میکنه. من اگر براتون اکسلی رو بیارم که دیتا توش بود، این اکسلی بود که توش دیتا بود. دقت کنید یه موردی که اینجا وجود داره، من اگر بایگانی داده های جداول رو بذارم با ستون، میگه a file named با این نیم قبلا اینجا وجود داشته، میخوایید جایگزین بشه، و اگر شما yes رو بزنید این کار رو برای شما انجام میده، جایگزین اون میکنه، چون اسم ها با هم یکی بود و من داشتم با همون اسم اونجا سیو میکردم. اگر الان دقت کنید میبینید که اینجا برای من جداول جایگزین شده. بسیار خوب، موضوع زیاد مهمی نبود، فقط اینکه چون اسم ها اسامی یکسان بود از شما میپرسه که آیا میخواید روی همون فایل قبلی سیو کنید یا نه. اگر yes رو بزنید روی همون فایل سیو میشه و اگر نو رو بزنید کلن خارج میشه از دستور. بله. خب پس این اکسلی هست که تمامی داده ها در اون وجود داره. من اگر
گزینه پاک کردن داده های همه جداول رو انتخاب کنم، یک پیام ظاهر میشه که از من میپرسه: These changes cannot be undone. Would you like to proceed? از شما میپرسه، میگه که این تغییراتی که دارید اعمال میکنید، امکان این که برگردید و اون تغییرات رو آندان بکنید وجود نداره. آیا شما میخواهید که ادامه بدید و داده های جداولتون رو پاک کنید؟ اگر نو رو بزنید که ادامه نمیده، ولی اگر یس رو بزنید داده های جداول رو پاک میکنه. توجه کنید گاهی اوقات این شکل های یهو میره، اون هم فقط اگر یه ذره سفر رو جابجا کنید میاد برمیگرده. این به خاطر سیستمتونه که چقدر سیستم سریع باشه یا نه. الان بریم جداول رو نگاه کنیم، میبینیم که تمامی جداول اطلاعاتش پاک شده. یک مورد دیگه که در آخر من یادم افتاد بهتون بگم، البته این رو باید از اول بهش اشاره میکردم که فراموش کردم، امکان داره به خاطر اینکه سایز مانیتور ماها متفاوت باشه، این فرم ها و جداول یه قسمتیش بیفته توی شیت های دیگه. مثلا یه قسمت از این جدول بیفته توی این شیت، یا یه قسمت از پایین بیفته توی این شیت. اگر اون اتفاق افتاد، لطفا خودتون با تنظیم اندازه این سطرها و ستونها کاری کنید که در داخل یک صفحه فیت بشه. اما اینکه یک مورد دیگه ای هم که وجود داره، اگر شما این هدلاین ها رو این بالا نمی بینید، هدلاین ستون ها و ردیف ها رو، امکان داره توی قسمت ویو این تیک مربوط به هدلاینز توی قسمت شو نخورده باشه و این بالا مشاهده نکنید هدلاین ستون ها رو یا این بغل هدلاین ردیف ها رو. این تیک رو اگر بزنید به شما نشون خواهد داد. و اما در مورد شیت هایی که پروتکت شدن، به خاطر اینکه من تو بعضی از سلول ها ممکنه یک سری فرمول هایی به کار برده باشم، همینجوری که اینجا میبینید، اینجا این فرمول رو من به کار بردم توی این سلول تا اطلاعات مربوط به پرسنل رو با توجه به شماره پرسنلی از جدول اطلاعات فراخوانی کنه و نمیخواستم که سهواً این سلول ها فرمولاشون پاک بشه. اینها رو من اومدم لاک کردم و شیت رو پروتکتد کردم، همینطور که الان بهتون نشون میدم. اگر شما تغییری بخواید توی این سلول ها اعمال کنید، بهتون یک هشدار میده که میگه این صفحه پروتکت شده و این سلول لاک شده. برای اینکه لاک سلول رو باز کنید و شیت رو از حالت آن پروتکت در بیارید و لاک سلول رو باز کنید، توی قسمت هوم، در قسمت فرمت، در قسمت آن پروتکت شیت، وقتی این گزینه رو انتخاب میکنید، از شما یه پسورد میخواد که پسورد هم آدرس سایت ما هست: www.diaco.com. و به این صورت میتونید شیت رو آن پروتکت بکنید. توجه داشته باشید که بهتر سلول ها و شیت هایی که پروتکت شده به همین صورت بمونه تا مانع این بشید که به صورت سهوی این سلول ها فرمول هاش از بین بره. فکر کنم همه موارد رو توضیح دادم. لطفاً اگر سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها اون سوال رو مطرح کنید. همچنین با توجه به اینکه آدرس سایت هم وجود داره در داخل سایت، آدرس ایمیل ما وجود داره در داخل سایت، منتظر نظرات و فیدبک های شما هم هستیم. امیدوارم که استفاده لازم رو از این نرم افزار ببرید. ممنون از توجهتون.